لای محافظ حالا به این صورتی که فرض کنید فرضیست، چون چیزی نیست که همینجوری ببینیمش، کاری که انجام میده ما رو در مقابل تششعات معیوب محیط خب محفوظ میکنه در این ماموریت. چون الان گفتیم یه آدم افسرده تششع منفی داره و ما وقتی در معرضش قرار میگیریم در واقع ثابت میکنیم یکی از راه‌های انتقال بیماری انتقال تششعاتی است که ما میگیم، که مثلا روانشناسا در معرضش هستن. مثلا روانشناسا، وکلا، هیپنوتیزورا، دندانپزشکا، اینهایی که مستقیم یه فوکاسی روی بیمارانشون دارند، یا مثلا یه روانشناس مشاور میبینن که نیم ساعت یه ساعت داره با بیمار صحبت میکنه، در معرض تششعات شعور معیوب بیمارش قرار داره. بعد از یه مدتی تمام این تششعات معیوب به روانشناس روانپزشک انتقال پیدا میکنه و شما میبینید که مثلا یه روانشناس روانپزشک اینو یه تیکای خودش یه تیکای گرفته، یه چیزایی بهش انتقال پیدا کرده، دقت میکنید. و به اصطلاح دندانپزشکا خب کسی که در معرض این انتقال هستن و این خطرات هستن، انتقال های تششعاتی داریم، ویروس های غیر ارگانیک داریم، موجودات غیر ارگانیک. حالا انشاءالله در دوره تششع دفاعی از نزدیک عملا باش آشنا میشین. و دندان پزشکا مثلا در مورد موجودات غیر ارگانیک بسیار در معرض خطر هستن و اگر شما در زندگی اونها کندوکاب بکنید میبینید که یک نابسامانی هایی رو اونها دارن. مثلا روانشناسا یه جور مشکلات دارن، اونها یه جور مشکلات دارن، وکلا و نمیدونم هیپنوتیزورا و اینهایی که به نحوی روی افراد فوکاس دارن و چش در چشمن و به مدت طولانی در معرض مشکلات زیادی قرار میگیرن، که اینها رو در واقع طبق نظریه ما یکی از راه‌های انتقال تششعاتی است. که خب عرض کردم با این عکس برداری مولکولای آب و اینا این داره اینا داره اثبات میشه. خوشبختانه ما 30 سال این صحبت ها رو داریم میکنیم و امروز تازه به یک مرحله رسیدیم که علم کمکمون بیاد و یه سری از این نظریاتی رو که داریم اثبات بکنیم، صحبت بکنیم. خب ما یک لایه محافظ هست که امشب از بعد از این ساعت میتونیم دوستان یک ساعت رو برای دریافت لایه محافظ به ما چیکار کنن؟ بدن. از حالا فکرشو بکنید، درست بعد از دریافت لایه محافظ شما دیگه خیال راحت. این مسائلی که شامل روانشناس هست و شامل دندانپزشک شامل آلما نیست. خب بنده 34 سال در معرض این تششعات هستم و دوستامون که داریم سالهاست در معرض این قضایا در 4 گوشه دنیا قرار دارن، هیچ نوع مشکلی، آلودگی، قضیه‌ای، چیزی وجود نداره. شما بعد از این مسئله میتونید با خیال راحت کارتون رو دنبال کنید. این کادوی الهی مادام العمره، مگر اینی که ما تخلفات جدی در قبال هوشمند الهی انجام بدیم، که این تخلفات عبارتند از غرور و منیت. پشت برگای سوگندنامه و پایان‌نامه‌تون هست، ببینید چیزی نیست که فردی باشه ها، یعنی یکی بگه که من اگر دروغ بگم لایم از ببینید، نه دروغ ربطی نداره، ولی غرور، منیت، رفتن به سمت مندون الله یعنی غیر از خدا، چون ما در خدمت او و هوشمندی او هستیم، قرار او رو جلال بدیم. توجه میکنین؟ قرار او رو جلال بگیم که این شعور الهی است. اما یه دفعه اینو که بیایم بیافتیم تو دام مندون الله و مسائل جلال مندون الله اینا اشکال هست. این من امانت دارم، مجبورم اون چه که دریافت شده عیناً به شما بگم و یک امضام دارم ازتون میگیرم که من گفتم بهتون. تا این مسئله ساده است، عوام فریبی نکنیم. یکی ممکنه بگه که من خواب دیدم که نمیدونم امیرالمومنین علیه السلام آمد به خواب منو گفت که طاهری تو دستش بلانو تو شفا بده و تو فلان کن. خب میدونی چیه؟ این عوام فریبی است.
ولی من اگر حقیقتشو بگم این شعور الهی است، شما میتونی استفاده کنی. ولی اگر بگم امیرالمومنین اومد تو خواب من، شما تصور میکنی خب من یک چیزی بودم و یک کسی هستم و این تافته جدا بافته هستم و من لایق بودم و خدا نگره شما لایق نیستی. اما الان شما میدونی شما هم لایقید. هر انسانی لیاقت داره از شعور الهی بهره مند بشه استفاده بکنه. ما نمیتونستیم چجوری باید متصل بشیم. به ما نگفتن، گذشتگان ما مفهوم اقیم الصلات رو برای ما باز نکردن که مقیم اتصال شدنه. ما هم نمیدونستیم که باید متصل بشیم. حالا الان داریم با هم دیگه این مسئله رو دنبال میکنیم و خدا بخواد میتونیم از اون شعور الهی و از این رحمانیت عام الهی برخوردار بشیم و استفاده بکنیم. اما عوام فریبی بسیار خطرناکه. یعنی ما در معرفی شعور الهی باید امانتدارای خوبی باشیم. همین دو سه تا موضوعه. بقیهش انشاءالله در مرور زمان ما اون تزکیه ها، اون مسائل، ببینید اول ما به کمال میریم یا اول پاک میشیم؟ کدوم یکیش؟ اول به کمال میریم بعد پاک میشیم. کسی که داره میره، اگر که ما پاک شده بودیم کمال بودیم دیگه، اصلا لازم نبود ما دنبال هیچی باشیم دیگه، میگفتیم آقا ما رستیم. بنابراین رحمانیت الهی مال گناهکارانه، اونه که بیگناهه که دیگه اصلا رحمانیت الهی رو میخواد چیکار کنه، اون رسته، اون رفته دیگه. این وسیله است، رحمانیت الهی وسیله است. وسیله برای چی؟ برای اینکه ما برهیم. اگر رهیده بودیم دیگه میخواستیم چیکار کنیم؟ لازم نبود با هم صحبت کنیم. امانتدار باشیم. شعور الهی رو چهار کلمه بود، با هم دیگه این چهار کلمه رو داشته باشیم، عیناً انتقال بدیم. خدای ناکرده برای جلال خودمون نباشه، برای بزرگ کردن خودمون نباشه که اگر دستشون رو از پشت سر ما بکشن کنار، ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. اینو هر چه زودتر بپذیریم به نفعمونه. هر چه بخوایم باهاش کلنجار بریم، یه چیزی قاطیش کنیم، یه چیزی من درآوردی بگیم که بعد بگیم که آقا اینو من دارم میگم، اینا کارمون مشکله. آخر برمیگردیم سر جای اولمون. اگر خیلی از این بازی‌ها بکنیم، برمیدارن اونو قطعش میکنن. بعد از یه مدتی میبینیم که ای داد بیداد، موجود غیر ارگانیک اومده، تشعشع منفی اومده و و و در اون صورت اعتراض نکنیم، تقصیر خود ما بوده. البته انشاءالله که همچین چیزی رو ما در بین خودمون نخواهیم داشت و امیدوارم که این چهار کلمه رو، این امانتداری رو ما به خوبی رعایت بکنیم. همیشه این کادو الهی است، مال ماست و قرار نیست که تاریخ مصرف و تاریخ انقضا نداره و هر چه بیشتر میریم داخلش برای ما پربارتر خواهد بود. این تازه یه حلقشه. میریم تو حلقه دوم، میریم تو حلقه بعدی، میریم تو حلقه و همینطوری این سفره گسترده است. از پیش غذا و غذا و سالاد و چی و همه رو میتونیم تناول بکنیم. جانم بفهم. دایی محافظ رو فقط از طریق اعلام به شما اتفاق میفته؟ بله، ببینید این ما دوباره خودش از یه حلقه استفاده میکنیم. حالا راجب حفیظ و حافظ و اینا یا راجب اصولاً که ما بر همه لایه محافظ گذاشتیم، مفهوم متقی یعنی حفاظدار. توجه میکنید؟ ذالک الکتاب لاره و بی هدن للمتقین. نگفته صفر کیلومتر بیای این کتاب یا آن کتاب صفر کیلومتر بیای، میگه باید اول بری پوششدار بشی، حفاظدار بشی. متقین ببینید که مفهومش در واقع چیه.